به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. اختلافات مرزی طالبان با جمهوری اسلامی، اجازه ساخت اجازه ندادیم. اندپندنت فارسی گزارش می دهد. وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه 21 ثور 2011 اعلام کرد که نیروهای مرزی این گروه اجازه ساخت یک جاده برای نیروهای مرزی ایران در نقطه صفری مرزی در گذرگاه اسلام قلعه را نداده است. در این بیانیه آمده است که هیئتی از پایگاه الفاروق ارتش طالبان در غرب افغانستان به رهبری محمد رحیم خادم فرمانده نیروهای سرحدی با هیئتی از مرزبانان جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این بیانیه ذکر شده است که هر دو طرف بر حل منازعه از طریق دیپلماتیک و تعیین نقاط مشترک مرزی تأکید کردند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این ادعاهای طالبان اظهار نظر نکردند، اما یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نیروهای مرزی طالبان در حال مشاجره لفظی با مرزبانان ایرانی اند. در این ویدیو دیده می شود که دو نیروی طالبان از نیروهای مرزی ایران می خواهند که خودروها را از افغانستان خارج کنند و اگر این کار را نکنند با آنها خواهند جنگید. این نیروی طالبان گفت به موترها بگوید که بیرون شوند، اگر توقف نمی کنند، اگر جنگ می کنیم ما جنگ می کنیم. از زمان قدرت گرفتن طالبان تا کنون چند بار در گذرگاه اسلام قلعه، استان هرات و پل ابریشم استان نیمروز با نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران درگیری رخ داده است. طالبان حتی حریم زمینی ایران را نقض کردند و برای چند ساعت هم یک نیروی مرزی ایران را به اسارت گرفتند. اما جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اقدامات طالبان انعطاف‌پذیری نشان داده است. بیشتر نیروهای مرزی طالبان دوره‌های آموزشی برای برخورد با مرزبانان کشورهای همسایه را سپری نکردند. در حکومت پیشین افغانستان درگیری و تنش‌های مرزی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به ندرت رخ می‌داد. جمهوری اسلامی ایران در تلاش برقراری روابط نزدیک با طالبان است و سفارت و کنسولگری های افغانستان را به این گروه سپرده است. تهران امیدوار است که طالبان در راستای مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش اقدام کنند و حقابه هیرمند را بر اساس درخواست آنها تامین کنند. اما طی هفته جاری امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفته که اگر بارندگی در سال جاری زیاد شود، مشکلات آبی هر دو کشور رفع خواهد شد. طالبان پس از ادای کوچی ها مبنی بر گم شدن گوسفندانشان در سالهای قبل 15 بزرگ قومی را در ولسوالی جلریز میدان وردک بازداشت کردند. منابع محلی پنجشنبه 21 ثور تایید کردند که این بزرگان قومی از دو روز به این سو در مرکز ولسوالی زندانی شدند. بر اساس معلومات کوچی ها مدعی شدند که چند سال پیش چندین رسم واشیشان از این ساحه مفقود شده است و حالا باشندگان محل باید به آنها غرامت بپردازند. بدنبال بازداشت بزرگان قومی، طالبان به مردم هشدار دادند که در صورت پرداخت نشدن غرامت افراد بازداشت شده را از بندره ها نخواهند کرد. کوچی ها در این قضیه خواستار پرداخت 700 هزار افغانی از سوی باشندگان محل شدند. گفتنی است که در جریان سالهای اخیر تنش های شبه این میان کوچی ها و مردم محل در ولایت های غزنی، میدان وردک و دایکندی رخ داده است. سال گذشته به دنبال ادای کوچی ها در ولسوالی مالستان غزنی مبنی بر مفقود شدن 700 رز گوسفندانشان، طالبان مردم محل را به پرداخت 28 هزار دلار آمریکایی مجبور کردند. طاهر ظهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین و آخرین والی نظام جمهوری برای ولایت بامیان دست از مقاومت علیه طالبان کشیده است. منابع و روزنامه اطلاعات روز گفتند که آقای ظهیر در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با نیروهای نظامی طالبان یکجا شدند. مسئولان محلی طالبان در سمنگان نیز این خبر را بدون رای جزئیات تایید کردند. تصاویری که روز پنجشنبه از سوی منابع و روزنامه اطلاعات روز فرستاده شده طاهر ظهیر را در کنار طالبان نشان می دهد. تا کنون مشخص نشده است که طاهر ظهیر تحت چه شرایط از مقاومت دست کشیده، اما یک منبع گفت که برای این کار پیش شرط های را مطرح کرده و ظاهرا از سوی طالبان پذیرفته شده است. به گفته این منبع تقسیم 50-50 ادارات محلی بامیان میان طرفداران ظهیر و طالبان یکی از پیش شرط های آقای ظهیر برای دست کشیدن از مقاومت علیه طالبان بوده است.
اطلاعات روز به گونه مستقل پیش شرط های تعیین شده از سوی طاهر ظهیر را برای دست کشیدن از مقاومت علیه طالبان تایید نتوانسته است. این در حالی است که طالبان در ماه اوت سال گذشته 5 نفر از بستگان طاهر ظهیر را از زادگاه او در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان بازداشت و از زندانی کردن. هنوز روشن نیست که اعضای خانواده او آزاد شدند یا خیر. منابع در پاکستان روز پنجشنبه گزارش دادند که نرخ هر دلار آمریکایی در بانک ها 295 روپیه بود، اما در بازار آزاد تا 300 روپیه به فروش رسید. بر بنیاد گزارش ها در 48 ساعت گذشته نرخ هر دلار آمریکایی 7 روپیه افزایش داشته است. پاکستان در حال حاضر با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کند و پول این کشور در برابر ارزهای خارجی هر هفته ارزش خود را از دست می دهد. و در پایان 5 تأثیر آشوب های پاکستان بر افغانستان. هر اتفاقی در افغانستان افتاده اثرات آن در آن سوی مرز جنوبی نمایان شده و برعکس آن اگر اتفاقی در پاکستان افتاده افغان ها از سود و از زیان آن بی نصیب نماندند. به نظر می رسد که تحولات و آشوب های اخیر پاکستان حداقل 5 اثر بر افغانستان خواهد داشت. نخستین پیامد آشوب های پاکستان برای افغانستان تاثیر اقتصادی آن است. از آنجایی که بخش از نقاط نارام در روزهای اخیر مناطق هم مرز با افغانستانند، کار صادرات و واردات میان دو کشور را می تواند با مشکل روبرو سازد. این اتفاق احتمالاً مشکلات اقتصادی و مالی در افغانستان را افزایش خواهد داد. دومین پیامد احتمالی آشوب های پاکستان می تواند افزایش ناامنی ها در این طرف مرز باشد. اکثر کسانی که علیه حکومت شهباز شریف و ارتش پاکستان در حمایت از عمران خان به میدان آمدن پشتون و هم تبار عمران خان و عمدتاً از مناطق مرزی و قبایلی هستند. سومین تاثیر بی‌ثباتی در پاکستان احتمالاً به چالش کشیده شدن محاسبات اقتصادی و سیاسی چین در پاکستان و افغانستان است. چین با همکاری پاکستان تلاش دارد که خود را به اهداف اقتصادیش در افغانستان و از آن طریق به دیگر کشورهای منطقه و ویژه آسیای میانه نزدیک کند. اگر آشوب پاکستان به زودی مهار نشود، چین دچار بلا تکلیفی سیاسی و حتی استراتژیک خواهد شد. چهارمین تأثیر آشوب‌های فعلی پاکستان بر پناهندگان افغانستان است، به ویژه آنانی که در تلاشند از این کشور راه برای رفتن کشورهای غربی پیدا کنند. اگر سفارت‌های غربی به دلیل نگرانی‌های امنیتی ارائه خدمات کنسولی در پاکستان را کاهش دهند، روند رسیدگی بعد درخواست پناهجویان افغان مختل خواهد شد. نهایتاً این احتمال را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که برخورد حزبی ارتش و دو حزب سنتی بر سر اقتداری که نماینده منافع اولیت پنجاب و سند هستند با عمران خان گرایش های جدایی طلبانه را در میان پشتون های هوادار نخست وزیر سابقش تقویت کند. خیبر پختونخوا پایگاه سنتی حزب تحریک انصاف است. طبقه حاکمه ناکام و نهادهای حاکم فرما از زمان تأسیس پاکستان پشتونهای این ایالت را سرکوب و محروم کردند. این نکته را نباید نادیده گرفت که هواداری گسترده از عمران خان ریشه در مشکلات عمیق پاکستان و ناکامی الیت این کشور در چند دهه گذشته دارد. طرفداران عمران خان در او چهره یک منجی را می‌بینند که احتمالاً آنان را از وضعیت مصیبت بار کنونی نجات داده می‌تواند. قوی شدن گرایش‌های جدایی طلبانه می‌تواند بر بخش از پشتون‌های افغانستان نیز تأثیر بگذارد که پس از ظهور جنبش تفحص پشتون‌ها به رهبری کسانی چون منظور پشتین، تحرکات جدایی طلبانه و به چالش کشیدن الیت پنجابی و سندی در پاکستان امیدوار شده است. این در حالی است که احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید که TTP یا طالبان پاکستانی با دست پیدا کردن به سلاح‌های آمریکایی فوق‌العاده نیرومند شدند، اما در آن طرف ارتش پاکستان شدیداً تضعیف شده و توانایی راه‌اندازی عملیات گسترده را دیگر ندارد و فروپاشی ارتش پاکستان هم با در نظر داشته هرج و مرج روز افزون بعید به نظر نمی رسد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.